همیشه تو ذهن منه. این نمیدونم، ما بازی با آمریکا نمیدونی چه تبلیغات عجیب غریبی شده بود. فقط تمام ذکرمون این بود که آقا فقط آمریکا رو ببریم. و این شکلی بود که ما حتی تو تمریناتی هم که تو اون کمپی که داشتیم تمرین میکردیم، یه سری آدمایی که حالا مجاهد بودن ضد حالا مملکت ما بودن، میومدن با فوش دادن، با حرف زدن. و شب بازی با آمریکا یه فیلمی رو پخش کردن تو تلویزیون فرانسه و این خیلی عجیب غریب بود که علاوه روحی ما رو بریزن به هم. از اون ورم رئیس جمهور امریکا به اونا قول داده بود که این بازی رو ببرین $100,000 بهتون میدم. میخوام بگم غیرت و تعصب یعنی این. کسی برای اینکه چیزی بگیره بازی نمیکرد، یعنی واقعا قلبمون برای این میتبید که این اتفاق بیفته. ما رسیدیم، سرتون رو درد نیارم، رسیدیم نیمه اول، 5 دقیقه اول من یادم نمیاد تا اینکه اخطار زرد گرفتم، چون قبل از تمرین دو تا از این بادکنک‌های بزرگ فرستادن تو زمین. بعد منو خداداد بودیم با یه چیزی ترکوندیم اینو. و تو مگه میتونی باور کنی بیای توی استودیوم و یه سری خودفروخته یه طرف استودیوم فوش بدن؟ این ما رو جریتر کرد و من 5 دقیقه اول یادم نمیاد و این کارت زرد و وقتی که گرفتم میخواستم منو تعویض کنم که به آقا جلال طالبی گفتم آقا من اوکیم که 2:90 این اتفاق نیفتاد. و من اینو میخوام بگم، بازی که تموم شد همون آدمایی که اونور نشسته بودن یه عکسی روی مجبود بهترین مجله فرانسه از من چاپ شد که هنوز دارم، کاش که میشد حتما یه دفعه اینو براتون بذارم، که همه بچهای دور منو پار کردن و من دارم داد میزنم بعد بازی به سمت اون آدما و من تمام صورتم رگه. و این عکس انقدر برای اینا جذاب بود که یکی از حالا معروفترین و پرفروشترین مجلات فرانسه اینو زدن و به فرانسه هم زیرش نوشته بودن که حالا این ارق ملی ایرانی ها بعد از بازی با آمریکا ببینید چی کار کرده و به رگای رو صورت من اشاره کرده بود. و این گله‌گیرم میتونم داشته باشم واقعا اگه پخش میکنید، که میدونم پخش میکنید، که آقا مهرداد مینوندها یه روزی لبخندی رو به وجود آوردن رو لب خیلی از ایرانی ها. شاید مهرداد مینوندم یه جایی راهش رو از رو اسفالت زده تو خاکی، ولی بچه این مملکته.